فصل هفتم. ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم. قلب های خود را به سوی ما بکشایید. ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار نکردیم، اخلاق کسی را فاسد نساختیم و کلاهبرداری نکردیم. من نمیخواهم با سخنان خود شما را محکوم سازم، زیرا چنان که قبلا گفته بودم، شما انقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ و نه زندگی میتواند شما را از ما جدا سازد. من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار میکنم و با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم، من دلگرمی و شادی زیادی دارم. مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم، نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطنن می ترسیدیم. اما خدا که به دل شکستگان دلداری می دهد، با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید. تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در شادی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می‌خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می‌کنید. این چیزها شادی مرا بیشتر کرده است. با اینکه نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود، اگرچه موقتی بود، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم، اما حالا خوشحالم، نه به علت رنجی که متحمل شدید، بلکه به سبب اینکه این غم سبب شد که شما راه خود را عوض کنید، زیرا مطابق اراده خدا شما دچار رنج و درد شدید تا به این وسیله از تنبیه ما کاملا در امان باشید. وقتی متحمل چنین رنجی می شوید و آن را اراده خدا می دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد. اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ می شود. ببینید، درد و رنجی که مطابق اراده خدا تحمل کرده اید چه صفات نیکویی در شما به وجود آورده است. جدیت، دفاع از بیگناهی خیش و ناراحتی در مقابل بیعدالتی ها، ترس از شرارت، اشتیاق و غیرت و تعصب برای به کیفر رسانیدن خطاکاران. شما خوب نشان دادید که در تمام جریان بی تقصیر هستید. من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم، بلکه تا بر شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است. بنابراین مخصوصاً وقتی دیدم تیتوس از اینکه همه شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است، ما بسیار دلگرم شدیم. من پیش او از شما زیاد تعریف کردم و شما آبروی مرا حفظ کرد. آری، همونطور که سخنان ما درباره شما تماماً راست بود، فخر ما نیز پیش تیتوس به حقیقت پیوست. و هر وقت او اطاعت شما را و آن ترس و لرزی که در زمان ملاقات با او نشان دادید به یاد می آورد، محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. من چقدر خوشحالم که می توانم از هر حیث به شما اطمینان داشته باشم.